برنامه درمان با شما عزیزو هستیم و تشکر که تا این دم بخشای مختلف برنامه را به خاطر دیدن انتخاب کردین. در این لحظات هم در رابطه با مقامت دوایی میخوایم صحبت بکنیم. شاید یک تعداد از هموطنان ما به صورت خودسر دوست دارن از دواخانه ها دواهای مورد نیاز بدنشان را حاصل بکنن، ولی نمیدانن که واقعا با چه مقدار باید استفاده بکنن و آیا به مرضی که خودشان مصاب شدن مناسب هست یا خیر. همین موضوع سبب میشه که کم کم مقامت دوایی در وجودشان افزایش پیدا بکنن و بعدا با دواهای ساده تر و یا هم با دوای قوی تر ممکن که مریضیشان بهتر نشه و حالت صحتمندی خود را حاصل نکنن، که یک مشکل بسیار جدی است. ای که ما از این حالت چطور میتونیم پیشگیری بکنیم و چرا ایجاد میشه، صحبتهای بیشتر در این مورد را از دکتر صاحب محترم محمد رفیع نذیر متخصص امراض داخله میداشته باشیم که همین لحظه در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلام خدمت شما و بیننده عزیز، تشکر از اینکه دعوت کردید. سلامت باشین دکتر صاحب. در ابتدا بر ما بگین که مقامت دوایی چه هست؟ مقامت دوایی یعنی ارتباط مستقیم به میکروب میگیره. ما میکروب ها را وقتی که مطالعه بکنیم، میکروب ها یک مواد از خود تولید میکنن به نام بتا لکتماز. یعنی در وقتی که در خصوص دوا صحبت میکنیم و مقاومت، این مستقیما ارتباط به این میگیره که ما آنتی بیوتیک از روش صحبت میکنیم و میکروب ها یک ساختار به نام یک انزایم به نام بتا لکتماز تولید میکنن، که این انزایم بتا لکتماز باعث میشه که قطع آنتی بیوتیک هایی که میکروب مواجه شده و او به دوز درست نبوده یا آنن قطع شده و این مسائل، با مواجهت دوباره از این آنتی بیوتیک میکروب از خود یک عکس العمل نشان میده، از این انزایم از خود آزاد میکنه و باعث میشه که آنتی بیوتیک پیش از اینکه به میکروب برسه دفع میشه. به این دلیل تداوی بعض میکروب ها توسط آنتی بیوتیک های عام امکان پذیر نیست و تداوی یعنی که برهم میخوره. دقیقاً دکتر صاحب. خب گهگاه هم ما مقاومت حاصل میکنیم در مقابل دواها و بخصوص زمانی که در محیط ناسالم یا غیر صحی زندگی میکنیم، محیطی که باکتریه های بیش از حد زیاد میباشن، تانات بیش از حد زیاد میباشن، ممکن است که در این حالت هم مقاومت دوایی کم کم در وجود ما ایجاد شود. میشه بگین در شهر یا جامعه که ما زندگی میکنیم تا چی اندازه مریضایی که نزد شما بخصوص مراجعه میکنن مقاومت دوایی در وجودشان افزایش کرده؟ خب مقاومت دوایی خو در تمام مریضای افغانستان افزایش پیدا کرده. اگر ما یک مقایسه از سالهای قبل تا حال داشته باشیم، ما در سال 2008 یک خط درشت یعنی یک تفاوت بزرگ بین میکروب های داخل شفاخانه ای و میکروب های محیط زیستی داشتیم، که میکروب های محیط زیست یک ذره سنسیتیویتی خوب داشتن، که آنتی بیوتیک های بسیار آرام از بین می رفتن. مثلا ما یک مریض می تونستیم با پنسیلین تداوی کنیم، یک مریض می تونستیم با یک سپروفلاکس تداوی کنیم، یک مریض می تونستیم با یک سفالوسپورین تداوی کنیم، اما با گذشت زمان این باعث شد که یک ذره مقاومت ایجاد شود و میکروب های داخل شفاخانه قوی تر بود. با گذشت زمان مقاومت میکروب های شفاخانه ای خوب بهتر زیاد شده، که به نام نوزوکومیال ارگانیزم یاد میشه و اینا مستقیما زیر مطالعه ما قرار دارن و میکروب های محیط زیستی هم بسیار زیاد نزدیک به میکروب های نوزوکومیال خود رسانده. یعنی که اکثریت آنتی بیوتیک های عامه که حالا فعلا مورد استفاده و رایج است نمیتونه که میکروب ها را از بین ببره و هم فعالیت خود از دست داده. دقیقاً دکتر صاحب، مقاومت دوایی آیا در وجود کودکان هم بیشتر دیده میشه یا ای که در افراد بزرگسال زیاد است؟ اصلا این رابطه مستقیم به این داره که کدام میکروب گرفته انسان. اگر طفل است یا بزرگ، مثلا یک کس هست یک گلوندردی بسیار مقاوم داره، یک طفلک بسیار کوچک بوسه میکنه، او طفلک همین میکروب مصاب میشه. دقیقاً. یا در اتاق پیشروی اطفال خود یک سرفه یا عدسه میذاره، طبیعتاً اونمون میکروب به مون مقاومت بعد انسان دیگه هم انتقال میکنه. این رابطه به این داره که انسان کدام میکروب مواجه شده. مثلا یک استافیلوکوکاس اوریاس بسیار قوی را مواجه شده، یک انتریکوکاس بسیار قوی را مواجه شده، یک گرام نگاتیو بسیار مقاوم مواجه شده، یا یک کاندیدیای مقاوم بسیار مواجه شده. این ربط مستقیم به این داره که کدام میکروب اینا تماس گرفتن و با کدام میکروب مریض شدن. دقیقاً دکتر صاحب. خب حالا دیدگاه شما در مورد مقاومت دوایی چه هست که ما چطور میتونیم از مقاومت دوایی پیشگیری بکنیم و ما همیشه منتظر باشیم تا اینکه دکتر صاحب متخصص بر ما دوا تجویز بکنه، نه اینکه ما بریم از دواخانه ها دوای خودسر به دست بیاریم؟ خب نال در مورد در خصوص استفاده دواهای خودسرانه، که یکی از دلایل بلند رفتن مقاومت میکروب ها است، باید بگویم که انسان یک چیز ارزان نیست.
انسان خیر است، درست است که ما افغان ها یک ذره قیمت ما در دنیا پایان است، اما ما پیش خود یک قیمت و ارزش باید داشته باشیم. اگر برادر ماست، خواهر ماست، پدر، پدر یا اولاد ماست، اینا یک قیمت باید داشته باشند. اینا را خود سرانه با یک دواهای بی کیفیت و ناقص بازاری که از یک دواخانه یک فارماسیست خودش تجویز میکنه، اگر تداوی کنیم خیلی یک فاجعه را ما به وجود آوردیم. این یک کار خیلی خراب است و در ضمن بر جلوگیری از بلند رفتن مقاومت میکروبی آل دیگه دیر است. ما میکروب ها را به حد کافی جامعه تیبی و مردم خودش میکروب ها را خیلی زیاد قوی ساختن و حال در یک وضعیت قرار داریم که با آنتی بیوتیک های عادی میکروب ها کنن قابل تداوی نمی باشن. یک مریضی بسیار عادی ما مجبور هستیم که یک تداوی بسیار زیاد قوی و وسیع الصحاب بدیم که تا اینکه اون میکروب از بین بره. و یک مورد بسیار عمده دیگه که در افغانستان استفاده از شعبات میکروبیولوژی زیاد رایج نیست، زیاد عادت دکتر سایبان است که یک عادت خیلی خراب است. یک جای مریض یک جرحه داره، جرحه چرک میتوازه، چرک با چشم دیده میشه، دکتر سایب میدونه که پیش از اینکه اوچ بر از او کدام آنتی بیوتیک شروع کنه یک نمونه از اون چرک به لابراتوار روان کنه، کمی کش چوه، بعد از اون آنتی بیوتیک داخل شروع کنه، نتیجه که اومد بس تداوی خود اصلاح بکنه، ولی نه، هیچ هم کار خود کرده میرن و این باعث میشه که اون میکروب دیگه هم قوی شوه و جرحه هم دیگه وسیع بسازه خود و میکروب هم انتشارش در بدن انسان بیشتر شوه. نه خیر، ما باید کلان جامعه تیبی کلان باید تصمیم خود بگیره که این فاجعه انسانی که از مقاومت میکروبی در راه است و به تقریبا یک الا دو سال دیگه ما از او دور هستیم که یک وقت یک انسان به یک میکروب مبتلا شوه و این تداوی نداشته باشه و ما منتظر باشیم که چی وقت انسان میمره. پیش از او که ما در او برسیم ما باید امروز تصمیم بگیریم که دیگه تمام میکروب مریض های انتانی را به لابراتوار معرفی بکنیم تا که میکروب مایع نشوه، آنتی بیوتیک مناسبش انتخاب شوه، باز تطبیق شوه. تشکر میکنم دکتر صاحب محترم از معلومات جالبی که در رابطه با مقاومت دوایی با ما و بیننده عزیز ما شریک کردین. شاید هموطنان ما بارها از دواخانه ها دوای خودسر به دست آورده باشند ولی تا حال در مورد مقاومت دوایی معلومات نداشتن که شما معلومات خیلی مفصل باشان شریک ساختین. امیدوارم توصیه های دکتر صاحب را جدی بگیرین تا از مقاومت دوایی در وجودتان جلوگیری بکنین. بازم تشکر میکنم دکتر صاحب محترم، وقت لحظات خوب و خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار. تشکر از شما همچنین. از شما هم قلبا تشکر میکنم که تا این دم با ما هستین. تا لحظات بعد برخواهیم گشت. فعلا وقفه. در ادامه برنامه درمان با شما عزیزا هستیم و تشکر که ما را تنها نگذاشتین. حافظه یکی از موضوعات خیلی مهم بر همه ما شما در زندگی است. گهگاه اگر حافظه ما دچار مشکل میشه، طبعا که روند نرمال زندگی ما بر هم میخوره و ما اکثریت موضوعات مهم را ممکن فراموش بکنیم، در حالی که ما باید همیشه تلاش بکنیم که موضوعات خیلی مهم و اساسی زندگی خود را به حافظه بسپاریم و در قسمت زندگی روزمره خود از اون محتویات استفاده بکنیم. ولی مشخصا چه عوامل سبب ضعف حافظه ما میشه و ما چه کار باید بکنیم تا حافظه قوی تر داشته باشیم؟ چقدر نقش سلامت روان و آرامش اعصاب در این موضوع دخیل هست؟ صحبت‌های بیشتر در این مورد از استاد محترم مجیب رحمان خپلواک می داشته باشیم که همین لحظه در استودیو با ما هستند. استاد سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام دارم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، مشخصا برنامه خوبی درمان. سلامت باشین، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. خب استاد، همه ما دوست داریم که حافظه قوی تر داشته باشیم، حافظه ما بهتر کار بکنه و محتویات که دوست داریم سر وقت بتونیم به خاطر دوباره بیاریم. حالا بر ما بگوین که حافظه ما چگونه کار میکنه؟ جالب است که من یک تا نکته را اشاره بکنم. در جامعه زیاد شنیدیم میگن که حافظه ما ضعیف شده. حافظه ما ضعیف شده میره با گذشته هر روز. از نظر روانشناسی چیزی به معنای ضعف حافظه نداریم. یعنی این نکته بسیار جالب است که بدانیم که روانشناسی حکمشی است که حافظه ضعیف نمیشه. آن چیزی که حافظه را ما میپنداریم که ضعیف شده تعدد عوامل هست. یعنی هر زمانی که محرک ها و عوامل زیادی قرار باشه در زندگی ما مداخله داشته باشه، روی این ملحوظ است که ما حس میکنیم که گویا حافظه ما ضعیف شده. شما فرض بکنین که در حافظه ما قرار است که یک سلسله محتویات را در حافظه کوتاه مدت ما ابتدا حافظه را به سه دسته خوب است که تقسیم بکنم. بعد از او باز میفهمیم که چرا حافظه ما مسائل که مهم است به حافظه بلند مدت ما نمیره. ما به خاطر حافظه سه نوع حافظه داریم و این
حافظه شماره یک حافظه حسی است، بسیار با کمترین وقت امکان داره که از ذهن ما بیرون شود و فراموش شود. نوع دوم حافظه کوتاه مدت است. حافظه کوتاه مدت، حافظه حسی زمانی که موضوعی را گرفت با حافظه کوتاه مدت میده و اگر اهمیت زیاد بود با تجربیات ما با مقتضیات ما سر کار داشت، بالاخره ای به نحو از آنها صعود میکنه میره به حافظه بلند مدت ما که این نیازمند یک سلسله ممارست هست که ما شما اطلاعات را بتانیم از حافظه حسی به میان مدت، از میان مدت به بلند مدت ما شما انتقال بکنیم. روی همین ملحوظ است بعضی مواقع ما اطلاعات را خوب نمیتونیم به ذهن بسپاریم و عوامل مداخلگر مداخله خود را میکنه و سبب میشه که ما یک سطح از اطلاعات را نتونیم در ذهن خود نگاه بکنیم. روی همین ملحوظ است که ما میگیم که حافظه ما به لحاظ اجتماعی قول است میگه که حافظه ما ضعیف شده، گرچند که ما قبلا اشاره کردیم که به لحاظ علمی چیزی به معنای تضعیف حافظه نداریم. شما فرض بکنین اولین تصادفی که در زندگی ما اتفاق افتاده، موتر تصادف کرده، هیچ وقت با همو تمام لحظه هایش فراموش شما نمیشه. بله بله. اولین باری که فرض بکنین که شما در جایی بودین که در اونجا یک حادثه و اتفاق ناگوار افتاده، هیچ وقت فراموشتان نمیشه. یا حاصل قیاس از تجربیات خوب بگویم. بله. اولین بار کسی که بر ما گل تحفه داده، هیچ وقت فراموش ما نمیشه. بله. چرا که اون لحظه ها با ما آب و تابش یاد ما هست. ده. شب روز عروسی ما هیچ وقت فراموش ما نمیشه، حتی اون لحظه هاش، به خاطر که یکی از خاطرات تاب و ناب زندگی ماست. بنابراین نقش تمام پدیده ها و عوامل به همین پیمانه برجسته و برازنده هست. ده. اگر قرار باشه که اهمیت یک موضوع زیاد باشه، جایگاهش هم در حافظه ما ویژه هست و نمیشه که فراموش بکنیم. حالا اگر از ما پرسان بکنین در راه تا به اینجا که آمدیم چند بار با چراغ سرخ سر خوردیم، شاید یادم نمانده باشه. بله. اما احتمالاً با چراغ سبز و سرخ ما برخورده باشم. چون برش توجه نکردیم، روی این ملحوظ است که بر ذهن ما باقی نمانده. اگر قرار باشه که باز ما توجه بکنم و مشخصاً امور در ذهن خود داشته باشم، فراموشم نمیشه. بنابراین وقتی که متعلمینی که درس میخوانن یا محصلینی که درس میخوانن، اگر قرار باشه که تنافوکسشان روی درس باشه، عوامل بیرونی را بندازن بیرون، واتساپ و وایبر و ایموی که دارن اینا را بگذارن گوشه و کنار، و او وقت است که ام و غمشان درس باشه، میتونن که درس فراموششان نشه. و الا اگر چهار عوامل دیگر هم در ذهن باشه، کتاب هم ستار العیوب به دستشان باشه، در یک قسم یک حالت مشکل است که بتانه یک حافظه خوبی به خاطر یادگیری داشته باشه. بسیار عالی. خب استاد، صحبت بسیار جالب داشتین در رابطه به کم اهمیت بودن بعض موضوعات که به خاطر ما ممکن نباشه و موضوعات که بر ما اهمیت بیشتر دارن ممکن همیشه و سالهای زیاد در ذهن ما باشن. حالا در رابطه به نقش آرامش اعصاب بر ما بگوین در حافظه، کسایی که از لحاظ روانی و اعصاب همیشه در حالت آرامش به سر میبرن و ذهن خود زیاد درگیر مسائل مختلف نمیسازن، چقدر حافظهشان بهتر عمل میکنه و به خصوص زمانی که ما مطالعه میکنیم یا درس میخوانیم، در اون جریان اگر فضای بهتر و خوبتر بر خودمان انتخاب بکنیم یا یک گلاس چای قهوه نوش جان بکنیم، چقدر میتونه در بهبود حافظه ما کمک کننده باشه؟ کاملا خوب سوال میکنین، همسو با آنچه که قبلا ما اشاره کردیم و تشریح کردم. یک فرد نارام، مضطرب، ملتهب، نگران نمیتونه یک حافظه خوب داشته باشه. یعنی به خاطر داشتن یک حافظه خوب نیاز است که ما آرامش خود داشته باشیم. اگر قرار باشه که ما میریم به طرف مطالعه کتاب، ما ابتدا باید امو آرامش و آمادگی روانی به خاطر مطالعه را داشته باشیم. بسیار. شماره دوم نیازمندی هایی که به خاطر خورنوش هست، خوردن و نوشیدن هست. یک فرد گرسنه نمیتونه مطالعه خوب انجام بده. یک فرد تشنه نمیتونه که مطالعه خوب انجام بده. یک فردی که خلقش با این است، گلوکوز بدنش تامین نیست، به قول شما یک قهوه و گلاس کافی نداره و ننوشیده، یک دانه چاکلیت با یک چای سبز ننوشیده، مشکل است مطالعه خوب بتونه. روی همین ملحوظ است که تمام این عوامل از بین ببریم، آرامش خود را پیدا بکنیم. زمانی که به آرامش ایدئال به خاطر یک مطالعه رسیدیم، میتونیم مطالعه خوب و یادگیری خوبی را داشته باشیم. و الا یک آدم نارام، یک کسی که نگران باشه، این آدم نگران کسی نیست که باز بتونه موضوعات خوب بر ذهن و حافظه خود بسپاره. یک دنیا تشکر میکنم استاد محترم از حضور شما در برنامه و صحبت‌های خوبتان که در رابطه با داشتن حافظه بهتر
با ما بیننده شریک کردین. پس از این دیگه هموطنان ما نگران نباشن که حافظه ضعیف‌تر دارن، بلکه میتونن با راهکارهای بسیار خوبه که استاد اشاره کردن شما حافظه تان قوی‌تر از گذشته بسازین و هیچ چیز به نام ضعف حافظه اصلا از لحاظ روانشناسی قسمی که استاد گفتن تا حال وجود نداره. پس بالای حافظه تان اعتماد داشته باشین. وقت و لحظات خوب و خوش براتون میخوام. لطف میکنین و خدا مسپارم. سلامت باشین. از شما هم قلبا تشکر میکنم که تا این دم با ما هستین. اگر در رابطه با برنامه درمان نظر و دیدگاه دارین میتونین همین لحظه از طریق فیسبوک برنامه با ما شریک بسازین و اگر برنامه درمان را دوست دارین مکررا تماشا بکنین. کافی است که همین لحظه سر بزنین به چینل یوتیوب شبکه جهانی آریونا، چینل یوتیوب آریونا را سابسکرایب بکنین، با دوستایتان شریک بسازین و لایک و کامنت را فراموش نکنین. تا هفته بعد، خداوند نگهدار همه شما عزیزان.